ممنونم از همه دوستانم که من رو حمایت میکنید و تشکر مخصوص بابت انرژی های مثبتتون که برای ویدیوهای قبل داده بودید که خیلی مورد توجه قرار گرفته بود و از من خواسته بودید که ویدیوهای بیشتری رو تهیه کنم. حتما با کمال میل این کارو میکنم. آیا دختری در زندگی شما وجود داره که شما فوق العاده دوستش دارید اما نمیدونید که آیا او هم همین احساس رو داره؟ این ویدیو به درخواست یکی از دوستانمون که پرسیدن چگونه یک زن رو دلتنگ کنیم تهیه شده. سلام، من مریم هستم، یک روانشناس، و این کانال از دیدگاه روانشناسی به شما کمک میکنه تا روابط عالی رو ایجاد کنید و ارتباط خوب و سالمی رو برقرار کنید. در ویدیوی امروز من 7 کار ساده رو برای شما ارائه میکنم که میتونید انجام بدید تا زن مورد علاقتون دلتنگ شما بشه. به من اعتماد کنید، اون نمیتونه از فکر کردن به شما دست برداره. در ضمن 2 ویدیو برای این موضوع اختصاص دادم و قسمت اول رو امروز توضیح میدم. لطفاً اگر ویدیو برای شما مفید بود و از دیدن اون لذت بردید صبر نکنید، ساب و لایک و زنگوله رو بزنید. بنابراین اگر اون چیزی هست که شما به دنبال اون هستید به تماشا کردن ادامه بدید. در اینجا 7 راه ساده برای اینکه زن مورد علاقتون دلتنگ شما بشه وجود داره. اولین کاری که باید انجام بدید، شماره 1، کاری کن زن مورد علاقت خوشحال بشه. خوشحال کردن شریک زندگیت یه راه عالی برای به وجود آوردن خاطرات خوب هستش و این خاطرات تو ذهن اون نقش میبنده و یک تصویر قشنگی رو از شما میسازه. خوشحال کردن میتونه به روش‌های مختلف صورت بگیره، مانند یک هدیه کوچیک یا یک نامه عاشقانه دستنویس بنویسید یا یک روز بیرون رفتن به یک پارک نزدیک خونه. تمام اینها میتونه خوشحالش بکنه، یا رفتن بر روی تماشای غروب خورشید میتونه باشه. شما باید به راه‌های سرگرم کننده و دوست داشتنی فکر کنید تا اینکه بتونید همسرتون یا دوست دخترتون رو غافلگیر بکنید. شماره 2، مرد سرگرم کننده ای باشید. فرد سرگرم کننده ای باش. وقتی در اطراف همسرت یا دوست دخترت هستی، فعالیت های سرگرم کننده رو داشته باش. همیشه به دنبال قرارهای هیجان انگیز باش. منظور من این هست که کسل کننده و خسته نباش. وقتی با هم هستی زمان خودتون رو با علاقه بگذرونید و روحیه شاد شما باعث میشه زمانی که شما کنار همسرت یا دوست دخترت نباشی اون برای شما دلتنگ بشه. شماره 3، داشتن اعتماد به نفس. داشتن اعتماد به نفس واقعی شما رو جذاب میکنه. داشتن اعتماد به نفس به این معنی هستش که شما کاملا راحت هستید و ارزش خودتون رو میدونید و تصمیمی رو که گرفتید با اعتماد به نفس اون رو انجام میدید و خانوما از فردی که اعتماد به نفس دارن بیشتر خوششون میاد. دوستان من، تا شما ساب و زنگوله رو بزنید من هم کمی نوشیدنی بخورم. ممنونم، ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. شماره 4، داشتن رمز و راز هستش. برای ارتباط شما باید ظریف عمل کنید. اشتیاق شما رو درک می کنم که خیلی زود می خواهید وارد ارتباط نزدیک بشید، اما این حرکت به زیان شما خواهد بود. اگرچه گاهی اوقات ممکنه وسوسه انگیز باشه، بنابراین بهتر استش که کارها رو با سرعت کمتری انجام بدید. این حرکت شما اون رو کنجکاو می کنه و بیشتر طالب شما میشه. شماره 5، مقداری فاصله رو حفظ کنید. هر لحظه بیدار میشی بلافاصله پیام نده یا جمله عاشقانه نگو، کمی فاصله رو نگه دار. به نظر میاد کمی سخت باشه، اما شما میخواهید که همسرت یا دوست دخترت کمی دلتنگ شما بشه. احتمالاً این رو شنیدید که فاصله قلب رو عاشق‌تر میکنه، البته نه فاصله طولانی. شما همیشه در اطراف اون هستید، کمی به اون فضا بدید تا در مورد شما هم فکر کنه و زن مورد علاقتون این کار رو انجام بده، یعنی پیام عاشقانه رو ایشون برای شما بفرسته. اما به یاد داشته باش که زیاده روی نکنید. شماره 6،
برای حل مشکلات قوی باش. ارزش یک مرد به محکم بودن و قوی بودن در انجام کارهاش هستش. منظور من توان بدنی نیست. به طور مثال فکر، اراده، اخلاق، صفات مثبت میتونه برای یک مرد شانس دیده شدن توسط شریک زندگیش باشه و مورد احترام هم قرار بگیره. شماره 7، خودتون رو در اولویت قرار بدید. این ممکن هستش که خودخواهانه به نظر برسه، اما با انجام این کار به اون نگاه نخواهید کرد. سلامت و رفاه خودتون رو مورد توجه قرار میدید تا بدونید بهترین نسخه خودتون باشید. وقتی شما مشغول برآورده کردن علایق، نیازهای خودتون هستید، زن مورد علاقتون احساس میکنه که در اطرافش نیستید و احساس دلتنگی میکنه. تمام این نکات بر اساس دوست داشتن و احساس احترام به خودتون و زندگیتون هستش. بنابراین اونها رو امتحان کنید و به من اطلاع بدید. دوستان من، اگر تا حالا ساب نکردی، الان وقتش است. ساب و لایک و زنگوله رو بزن و حمایت کن. مشتاقانه منتظر دیدار شما در ویدیوهای بعدی هستم. همه شما رو به خدای بزرگ می سپرم. خدا حافظ همه شما.